سیاست‌های منطقه‌ای و رفتار سخیف برخی از مأموران سعودی با بعضی از حجاج ایرانی دلیلی شد تا هزاران معترض امروز مقابل سفارت عربستان در تهران تجمع کنند. تجمع کنندگان مقابل سفارت عربستان با محکوم کردن اقدام سخیف ماموران سعودی علیه برخی زائران حج عمره برخورد قاطع با ماموران خاطی عربستانی را خواستار شدند. خانه امن خدا را تبدیل کرده به جای غیر امن. اینها هم از جهت سیاسی، هم از جهت اخلاقی و هم از جهت دینی و مذهبی باعث شدن که اسلام زیر سوال ببرن. با توجه به عملکرد روزهای اخیر رژیم سعودی، نیروی انتظامی برای مقابله با اقدام احتمالی تظاهرکنندگان خشمگین در اطراف سفارت عربستان موانعی ایجاد کرده بود. تجمع کنندگان همچنین با شعار انصار الله پیروز است از حمله نظامی عربستان به یمن ابراز انزجار کردند. با کمک صهیونیست حمله کردن به یمن به یه سری مردم بیپناه. آل سعود در یمن با پشتیبانی امریکا داره حمله میکنه به پشتیبانی از صهیونیست ها و باید بدونه که بزرگترین اشتباه قرن آل سعود انجام داده. رئیس سازمان حج و زیارت هم از ارسال دومین نامه به وزیر حج عربستان و هشدار درباره هر گونه تعلل در برخورد با ماموران خاطی عربستانی خبر داده. در روز این حادثه نامه اول رو به وزیر حج عربستان نوشتیم و از ایشون خواستیم که محاکمه این دو مجرم باید با اشد مجازات در کوتاه‌ترین فرصت زمانی اتفاق بیفته. خب امروز بعد از گذشت 10 روز از این حادثه بسیار تلخ نامه دوم رو به وزیر حج عربستان نوشتیم و بنده توی نامه تاکید کردم به ایشون که اگر هر گونه کوتاهی در واقع در تسریع محاکمه این افراد صورت بگیره که امروز در واقع محاکمه این دو مجرم به صورت یک مطالبه عمومی در کشور ما مطرح شده، این رو ما به منزله در واقع عدم توانایی وزارت حج عربستان نسبت به تأمین امنیت حریم اخلاقی و جانی زائران خودمون میدونیم. در واقع اگر کوتاهی بشه هیچ توجیهی ما برای اعزام زائران عمره گذارمون از مردم تهران امروز در اعتراض به اقدامات دولت ریاض مقابل سفارت عربستان تجمع کردند. شرکت کنندگان در این تجمع با سر دادن شعارهای خواستار پایان یافتن سیاست‌های مداخله جویانه عربستان در کشورهای منطقه و به ویژه تجاوز خونین این کشور به یمن شدند. در این تجمع رفتار خلاف شئون ماموران سعودی با زائران ایرانی هم محکوم شد. در این رابطه گفتگو می‌کنم با معاون وزیر امور خارجه در امور کنسولی آقای قشقایی. سلام بر شما. سیاست‌های اخیر عربستان و به خصوص اتفاق فرودگاه جده با واکنش افکار عمومی ایرانی‌ها مواجه شده و انتظار پیگیری از وزارت خارجه رو دارند. تازه‌ترین پیگیری‌های وزارت خارجه در این زمینه چی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز این بخش پربیننده خبری سلام عرض می‌کنم. همونطوری که در اطلاع رسانی قبلی عرض شد، از آغاز حادثه تلخ اقدام دو مأمور خاطی و مجرم عربستان سعودی، خب کنسول ما در جده در صحنه حضور پیدا کرد. اقدامات اولیه برای تشکیل پرونده و بازداشت دو مأمور مجرم صورت گرفت. پس از اون هم گفتگوها با مقامات سعودی ادامه پیدا کرد. در روز چهارشنبه سفیر محترمون جناب آقای صادقی دو تا ملاقات مهم می داشت. یک ملاقات با عالی ترین مقام زیربط عربستان سعودی در خصوص این جنایت انجام شده صورت گرفت. مقام سعودی در ملاقات گفت که ما خواستار اشد مجازات دو مأمور خاطی هستیم. تعبیری که داشت عمل ناشایست بود، حیوانی بود و حتی گفتن موعد اجرای این اشد مجازات رو به ما اطلاع رسانی خواهند کرد. تا این اشد مجازات در حضور دو خانواده قربانی در عربستان صورت بگیره
و همچنین یک ملاقات دیگری با آقای سفیر با معاون وزیر خارجه عربستان سعودی داشت. در اون ملاقات هم معاون وزیر خارجه ضمن اینکه این اقدام رو خجالت آور و اسباب شرمندگی توصیف کرد، گفت وزارت خارجه عربستان هم خواستار اشد مجازات برای این دو مأمور خاطی است. من همینجا عرض بکنم که علارغم گمان زنی هایی که میشه مخصوصا در عالم مجازی که این روزا گهگاهی با اغراق و مبالغه در واقع توأم هست، من قطعا عرض میکنم که وزارت خارجه هیچ شاهدی دال بر این که این عمل زشت کار سیستماتیک باشه یا از سوی دولت این کشور باشه، بنده با قاطعیت عرض میکنم که ما به چنین جمع‌بندی نرسیدیم. بهترین دلیل ما در این زمینه همکاری دولت سعودی برای پیگیری ماجراست. البته احساسات و افکار عمومی به شدت جریحه دار شده و مردم ما بی صبرانه منتظرن که این دو نفر به اشد مجازات برسن. ما هم این رو ابلاغ کردیم. لذا آنچه که در عالم مجازی یا بعضن رسانه‌ای داخل و خارج میگذره که بخشیش قطعا غیرتمندانه و از سر دلسوزیش، بخشیش ممکنه با انگیزه های مختلف سیاسی باشه، ما خواهش میکنیم که افراد بینندگان کاربران عنایت بکنن که تحت تاثیر فضای احساسی قرار نگیرن. ما تا الان از آقای قشقاوی تشکر میکنم. خیلی ممنون آقای قشقاوی، معاون وزیر امور خارجه که ما بودن.